همکنون آقای رحیم رشیدی مهمان ما هستند، بینندگان ارجمند، و در استودیوی خبرها و نظرها تشریف دارند. آقای رشیدی نویسنده و روزنامه‌نگار هستند و نیز مجری برنامه تلویزیونی کردی تیشک. با سلام بر شما. زنده باشید. درود بر شما. آقای رشیدی، گزارش آقای جوانمردی رو شنیدید. به نظر شما مناطق کردنشین ایران و عراق و ترکیه در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داره؟ و همچنین سوریه، چون سوریه یه بخش، بله، کامل کردها در اونجا زندگی میکنن. همون جوری که آقای علی جوانمردی گزارشگر موفق شما اشاره کردن و گزارش دادن، متاسفانه همچنان سرکوب در اون مناطق وجود داره و تاریخاً کردها جهت ایجاد حکومت‌های دموکراتیک و جامعه‌ای که در اونجا حقوق بشر رعایت بشه و قدرت سیاسی در واقع تجزیه بشه مبارزه کردن، و این مبارزه از سوی حاکمین منطقه همیشه سرکوب شده و این خواسته ها با توپ و گلوله پاسخ داده شده، و این تصویر کلی و فضای سیاسی مناطق کردنشینه در واقع. ببینید، در یکی از گزارش ها این خبر آمده بود که نیروهای ایرانی تلفاتی دادن در درگیری هایی که با کردها داشتن در منطقه کردنشین ایران و عراق. سوال من این هستش که این یک درگیری دو طرف است یا این که فقط یک طرف دیگر رو میکوبه؟ ببینید، وقتی که حکومت مرکزی، مردم کردستان یه خواسته‌ای دارن و جهت رسیدن به این خواسته دارن مبارزه میکنن، قبل از هر چیز اونها به اسلحه متکی نمیشن. و دکتر عبدالرحمن قاسملو رهبر فقید کردها همیشه پافشاری میکرد که مسئله کردستان و حل مسئله کردستان راه حل نظامی نداره، ولی حکومت های مسلط بر منطقه من جمله حکومت ایران همیشه راهکار نظامی اتخاذ میکنه و میخواد با سرکوب به این خواسته ها جواب بده، و در این چارچوب هم یه تصویر بسیار فریبنده ارائه میده که مثلا کردها تجزیه طلبن، وابسته به تروریسم هستن، وابسته به اسرائیل و آمریکا و نمیدونم چنین کشورهایی هستن که بتونه سرکوب خونین اونها را مشروع جلوه بده. و در چنین فضایی که کردها به کوها پناه میبرن، به اسلحه دست میبرن جهت حفظ خودشون و برای دفاع از خودشون در واقع، وگرنه اگر یه فضایی وجود داشته باشه که کردها بتونن در واقع خواسته های خودشون به طور خواسته خودشون رو به طور مسالمت‌آمیز مطرح کنن، تاریخ نشان داده که هیچ وقت اینها به خشونت پناه نمیبرن، در حالی که خشونت همیشه این حاکمینن که شروع میکنن و ادامه میدن. شرایط سیاسی به نظر شما این روزها در کردستان ایران چگونه هست؟ گزارش ها و خبرهایی که به دست ما میرسه نشون میده که فعالیت های سیاسی و اجتماعی در کردستان ایران بار دیگر اوج گرفته. شرایط و دلایلی رو که اگر میشه بیان کنید به خاطر این اوجگیری. همیشه ببینید، همیشه مبارزه در کردستان ایران در طول 30 سال گذشته مدام ادامه داشته، و این خب بالاخره بستگی در ببخشید تنها در 30 سال گذشته که نبوده، در 60 سال گذشته من فکر میکنم که خیلی آره بیشتر، یعنی به و این رژیم مربوط نمیشه تنها، یک دوره تاریخی رو فکر میکنم نزدیک همونطور که خودتون فرمودید شاید بیشتر از 60 سال هست، بیشتر از 60 ساله که کردهای ایران جهت ایجاد جامعه دموکراتیک در داخل ایران و برآورده کردن حقوق بر حق خودشون در داخل ایران مبارزه میکنن، و ما تشکیل جمهوری کردستان رو در محاباد داریم 62 سال پیش توسط قاضی محمد که خواستار به رسمیت شناختن حقوق کردها در داخل ایران بود، و هنوزم این روند ادامه داره، و این در مقطع‌های گوناگون بستگی به دلایلی داره که شدت پیدا میکنه، اوج میگیره و فراز و نشیب هایی رو طی کرده، و امروز میبینیم که خطری که همکنون در کردستان وجود داره اینه که حکومت جمهوری اسلامی میخواد این فعالیت های مدنی که در واقع در کردستان امروز وجود داره اینها را گره بده به تروریسم، به خاطر اینکه بتونه خیلی راحت اونها را سرکوب بکنه. اگر قبلا مثلا یه فعال سیاسی، فعال اجتماعی در کردستان دستگیر میکردن، میومدن میگفتن این وابسته به فلان حزب سیاسیه، ولی امروز میبینیم عدنان حسن پور میگن
جاسوس بین‌المللی بوده، میگن فرزاد کمانگر بمبگذار بوده، در حالی که اینها توانشون اینه، در واقع گناه اصلیشون اینه که مثلا خواسته های مردم رو به زبان آوردن و این یه فضای سیاسی و تصویر کلی جامعه کردستان ایران متاسفانه. برخی از عناصر نهضت مردم کردستان ایران رو، آزادی خواهیشون رو، دموکراسی طلبیشون رو، همونطور که خود شما اشاره میکنید، متهم میکنن به تجزیه طلبی، در حالی که کردها به نظر میاد که عموماً خودشون رو ایرانی اصیل میدونن و خودشون رو بخشی از ایران میدونن، جدا از ایران نمیدونن. آیا واقعاً کردها به نظر شما خواستار یک خودمختاری منطقه‌ای هستند یا خواستار تجزیه طلبی هستند؟ خواستار تجزیه طلبی. اگه ما بخوایم در چارچوب حق تعیین سرنوشت این بحث رو به پیش بکشیم، بحث یه جور دیگه است. ولی هیچ نیروی جدی سیاسی کردی تا امروز شعار جدایی و تجزیه سر نداده و این خواست بر حق کردها، خواست دموکراسی خواهی، خواست توسعه مناطق کردنشین از لحاظ اقتصادی، گفتیم که برچسب ها میزنن تا بتونن یه تصویر سیاه ارائه بدن و زیر این تصویر سیاه قلقم کنن مردم کردستان رو. و متاسفانه بعضی از عناصر این پروسه شدت میبخشن و توسعه پیدا میکنه در ابعاد گوناگونی. ولی ببینید، من یه نمونه ساده برای شما بگم. تا حکومت های عراق، صدام حسین و پیش از صدام حسین، همیشه میگفتن که کردها مخربینند، خرابکارند، به وابسته به گروه تروریستی هستند و تجزیه طلب. ولی امروز میبینیم که کردستان عراق در واقع نماد واقعی دموکراسی و یه اتحاد ملی در عراقه. بله. رئیس جمهور اون کشور یک کرده، کردی که از طرف صدام حسین هیچ وقت بخشوده نشد، در حالی که او اجرای اعدام صدام حسین رو امضا کرد. و این میتونه بهترین پاسخ باشه که کردها به دنبال دموکراسی هستن، به دنبال ایجاد جوامعی که همه برابر باشیم و بتونیم در قدرت سیاسی و در توسعه کشور شریک باشیم. ولی چون راهکار سرکوب، راهکار آسانیه، متاسفانه دیکتاتورها همیشه به این راهکار پناه میبرن و زیر سایه سرکوب قلقم خودشون رو ادامه میدن. آقای رشیدی، خیلی خوشحالم که با ما بودید در دقایقی و امیدوارم فرصت بیشتری داشته باشیم که در آینده گفتگوهایی رو با شما انجام بدیم. بسیار سپاسگزارم. تشکر میکنم. مرسی.